درود به شما خوبان، با بسته تحلیلی امروز در خدمت شما هستیم. در ابتدا می‌پردازیم به هشدار مهم آقای واحدی به ایرانیان و در بخش بعدی خواهیم پرداخت به هزینه میلیون دلاری جورج سوروس برای تظاهرات ضد اسرائیلی. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، تیم ما برای تهیه ویدیوهای این کانال زحمات زیادی را متحمل شدند. اگه محتوای ما رو میپسندید، لطفاً برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب و روی زنگوله کلیک کنید. در این برنامه آقای واحدی در ابتدا به پشت پرده حملات جمهوری اسلامی به زنان آزادیخواه اشاره میکنه و میگه چرا جمهوری اسلامی در مقابل بانوان آزادیخواه که اینقدر ضعیفه که میگه زنان که در خارج آموزش دیدن دارن مسئله حجاب رو امنیتی میکنن. آقای واحدی در ادامه به موضوع اصلی برنامه میپردازه و هشدار میده به مردم ایران که جمهوری اسلامی با خزینه هایی که برای انگل سازان حوزه داره میکنه نقشه از بین بردن فرهنگ ایرانی رو داره و با اسنادی که داره پولهایی رو که جمهوری اسلامی برای انتشار ایدئولوژیش خرج میکنه رو افشا میکنه. شما رو دعوت میکنیم این برنامه جنجالی رو از زبان خود آقای واحدی تماشا بفرمایید. رادان صحبتی کرده، گفته که دخترای ما رو میبرن خارج از کشور، آموزش بی حیایی بهشون میدن، برمیگردن. فکر نمی‌کنم کسی ادعا داشته باشه که مثلا میتونن در اشل میلیونی دخترا رو ببرن و تازه نمیدونم اونایی که از ایران، دخترایی که از ایران خارج میشن چقدر جون حاضرن برگردن. ولی سوالی که وجود داره اینه که چند تا دختر، 100 تا، 1000 تا، 5000 تا، 10000 تا، 100000 تا، خوبه دیگه. حالا چون موضوع به بحث امروز هم مرتبط میشه، گیرم که این تعداد رفتن خارج و آموزش بی حیایی به قول شما دیدن و برگشتن. چرا این تعداد میتونن به نظر شماها به قول رادان عفاف و حجاب رو به یک مسئله امنیتی تبدیل بکنن و میتونن دیگر دختران و زنان رو تحت تأثیر قرار بدن، اما این همه آخوند مفتخور و حوزه علمی قم، صدا و سیما با چند ده هزار میلیارد تومان بودجه، سخنرانی‌های مکرر خامنه ای، حداقل 300 شهر هر هفته نماز جمعه با این همه هزینه، حریف اینا نیستن. پس برید بمیرید شماها. حکومت که این همه خرج میکنه، نه تنها پول خرج میکنه، سرمایه 1400 ساله اسلام رو هم ریخت به پای خودش. یعنی چیزی که حالا به درستی یا به غلط اعتبار بین ایرانیان داشت، روز به روز اعتبار داره کمتر میشه و در واقع این اعتبار داره خرج این حکومت میشه. چرا واقعا یک حکومت اینقدر در برابر به قول شما آموزش بی حیایی دشمن روی خانمات خلع سلاح شده است و حریف نیست؟ برید واقعا بمیرید، چون دیگه این که بگم راه حل پیدا کنید نیست. شما اگه میتونستید راه حل پیدا کنید حتما در این چلو چند سال پیدا میکرد. ببخشید من اینکه گلوم خیلی اذیت هم میکنم. اما بیام سر بحث اصلی. یک جدول این روز آمده بیرون، جدول مقایسه یا به عبارتی جدول ارقام بودجه نهادهای تبلیغی که عموما هم بالاترین رقم ها مربوط به حوزه های علمیه هست، ضمنی که حالا آموزش پرورش هم اگر بودجه میگیره که تو این جدول نیست، میبینید که رسما اعلام کردن پارسال گفتن 2500 تا، امسال هم تعداد دیگه آخوند قرار اونجا استخدام بشه، یه سری افراد تحت عنوان نمیدونم مربی تربیتی، مربی عقیدتی، همیشه هم توش هست. در دانشگاه ها اگر بودجه وجود داره که تو جدول نیست، دفتر نمایندگی ولی فقیه، این بوگندوهای زشت خوی، زشت روی، زشت بو و بدبوی بسیجی، اونا هم جز هزینه های دانشگاه هستن، اینا همش روش. ولی به هر حال حالا مقایسه‌ای که انجام شده، ببینید این نهادهایی که قرار اسلام رو پیاده کنن، قرار ملت ایران رو دستشون رو بگیرن از نیمه راه جهنم یا از دم دروازه جهنم بیارن ببرنشون به زور تو بهشت، خوبی بود جاها رو ببینید و بعد حالا یه مقایسه که باز خودشون انجام دادن. من از سازمان اوقاف شروع میکنم. ببینید ردیف بالا، ببینید سازمان اوقاف 132 میلیارد تومان بودجه سالانشه. اینجا درست گرفتم یا اینجاست؟ اینجاست. اینا 132 میلیارد تومان بودجه سالانه سازمان اوقاف. حالا 132 میلیارد تومان البته در مقیاس دزدی‌های جمهوری اسلامی چیزی نیست.
محمد مهاجری یه متن نوشته، من متنای محمد مهاجری رو دوست دارم، قبلا کیهان بوده و از نویسندگان اصولگراست، خیلی متنای خوبی می‌نویسه، از نظر خوب می‌کنه. اما میخوام برای اینکه به دستتون بیاد تو جمهوری اسلامی چه خبره، گفته که اشاره کرده به موضوعات، به موضوع آیت الله کافساد کاظم صدیقی و این رسوایی زمین و گفته که جمهوری اسلامی باید با تخلفات کوچک وابستگان به نظام برخورد بکنه تا اعتماد ایجاد شه. یعنی دیگه 1,000 میلیارد تومان در اشل حتی رسانه‌ای منتقد جمهوری اسلامی که البته جمهوری اسلامی رو قبول داره ولی منتقده، 1,000 میلیارد تومان یه رقم کوچیکه. پس در مقایسه با اون 132 میلیارد تومان خیلی رقم درشتی نیست. اگرچه 132 میلیارد تومان اگه تقسیم کنید به دریافتی ماهانه یک کارگر، اگه تقسیم کنید به 700 هزار تومان ایدی افراد تحت پوشه نهادهای حمایتی که ایدیشون رو سال گذشته همین سال 1402 از رئیس قبل کرد، خیلی رقم درشتیه. ولی معذرت میخوام، یادتون باشه که خمینی گفته بود که فقط درآمد اوقاف رو به ما بدید، ما کشور رو بهتر از شما اداره میکنیم، خطاب به شاه، با همون درآمد اوقاف ما کشور اداره میکنیم. حالا درآمد اوقاف نه تنها کفاف خودش نمیده، بلکه باید بودجه دولتی هم بهش بدن و درست طبیعی هم هست. وقتی قرار یک انگل پروری مثل علم الهدا ماهی 10 میلیارد تومان بابت تولیت بخشی از اوقاف خراسان پول بگیره، طبیعیه که نیاز به، یعنی از این 132 میلیارد تومان فقط 120 میلیارد تومانش میشه دریافتی سالانه علم الهدا. این تازه پارسال بوده، حتما با نرخ تورم بالاخره دامادش رئیس دولت و بودجه می‌نویسه، حتما با توجه به نرخ تورم اونم بردن بالا. ولی به هر حال میگم توجه کنید که اگر ما اعتراض میکنیم به 132 میلیارد تومان بودجه اوقاف در سال 1403، میگیم 132 میلیارد تومان چرا میگیره، با توجه به حرف اون دجالیه که مملکتی رو به آتش کشید و گور به گور شد خمینی، که فقط درآمد اوقاف رو به ما بدید، ما مملکت رو بهتر از شما اداره میکنیم. خب اما رقم های دیگه که وجود داره میخوام بعد باهاتون مقایسه کنم با بعضی از من چند رقم حوزه علمی رو فقط بهتون میگم. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم 831 میلیارد تومان. شورای عالی حوزه های علمیه 6962 میلیارد تومان که اگر جمعش کنید با اون میشه در حدود 7700 میلیارد تومان. 7800 میلیارد تومان. شورای حوزه علمی خراسان 900 میلیارد تومان. مرکز خدمات حوزه علمی 7544 میلیارد تومان. 7544 میلیارد تومان که با اون جمعش کنید در تاله شد بیش از 16000 میلیارد تومان. مؤسسه آموزشی امام خمینی که مال مصباح یزدی است 437 میلیارد تومان. عرض به حضور جامعه المصطفى العالمیه 1427 میلیارد تومان. یعنی داره نزدیک 20000 میلیارد تومان. حالا یه خورده ریزایی هم داره بماند. اینا فقط حوزه های علمی است. حالا حوزه علمی که چی کار میکنن؟ من اینو بارها گفتم، واقعا هم هر کس بیاد ادعا کنه، یک نفر فقط ادعا کنه بگه که من مثلا با استانداردهای جمهوری اسلامی منحرف شده بودم در اثر سخنرانی یک آخوندک به راه راست هدایت شدم، یک نفر فقط، یعنی بگن که این منابر مثلا آیت الله کافساد یا مداحی های فلان مداح حکومتی باعث شد که یک نفر از راه جهنم به راه بهش، به ادعای خودشون، من اصلا نمیخوام اثبات کنم، مثلا من قبلا این اسلام رو قبول نداشتم، با هدایت های با دیدم که این آیت الله کافساد یک سری گریه میکنه تا یه جقجقه بهش دادن 1,000 میلیارد تومان زمین، به راه راست هدایت شدم. این حوزه علمیه، این نهایت بروز و ظهورشون این چیزاست. حالا اون بعضی از مسائل اخلاقی غیر اخلاقی من کاری ندارم. خب این حوزه علمیه حدود 20000 میلیارد تومان بودجه است، تازه غیر از وجوهات شرعی که میگن و غیر از کمک هایی که خامنه ای از درآمد های ستاد اجرایی میکنه، اینو توجه داشته باشید، و غیر از این که در همین حوزه های علمی اومدن در زمان سالهای گذشته، یزدی اومده بود بیمارستان بهشتی قم رو گرفته بودن، حالا به عنوانی که حالا این فقط مستقیمش به عنوان حوزه است، حوزوی ها هم گرفتن. دفتر تبلیغات حوزه علمی قم یه موقع آقای شرعینامی بود که مرد، بیمارستان بهشتی قم رو که بزرگترین بیمارستان قم موقع بود، الان خبر ندارم، گرفته بودن.
کارخونه لاستیک گرفتن، مجوزهای خاص میگیرن، اینا همش ممانعت. اما اونی که رسما از جیب ملت ایران بر میدارن و در اختیار حوزه علمی میذارن، بر اساس این آماری که جدول خود بودجه است اعلام شده، 20,000 میلیارد تومان. یعنی اگه یه موقعی از در مردمش مفتخور بودن که نشسته بودن یه جا مثلا از طریق وجوهات مردم انگلوار زندگی میکردن، مردم پول میدارن اینا اصلا زندگی انگلوار داشتن، الان به زالو تبدیل شدن، خون ملت رو عمیقا میمکن. 20,000 میلیارد تومان ولی که ایده بگیرید چه خبر. دوستان ببینید، یکی از مسائلی که الان وجود داره بحث فرونشست زمین، یکی از بحثایی که این روزا مطرحه و خیلی هم اظهار نگرانی میشه. به خصوص در تهران و اصفهان. این خبرگزاری ایرناست، مربوط به 9 اردیبهشت 1403. دقت کنید، 9 اردیبهشت 1403، خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت رئیسی. از قول یکی از نمایندگان، از قول مدیر کل با نوسازی توسعه و تجهیز مدارس اصفهان گفته که هیچ اعتباری برای فرونشست مدارس اصفهان اختصاص نیافته است. 20,000 میلیارد تومان برای حوزه های علمیه که یک روزی در این کشور مردم هزینه‌شون رو میدادن، یعنی از با رضایت خاطر می‌رفتن وجوهات می‌دادن، وجوهات بخشیش تازه هزینه می‌شده برای شهریه طلاب و بخش هم از نهای دیگه می‌شده برای ساختن مدارس علمی و اینها، که الان مدارس علمی هم جداگانه می‌سازن لاکچری. مثلا آقای صادق لاریجانی میاد 4 تا کارخونه بزرگ رو می‌گیره و بعد میره در کنارش حوزه علمی می‌سازه. صدیقی میاد از شهرداری تهران 23 هزار متر زمین در مرغوب‌ترین نقطه رو میگیره و بعد 4000 متر به اسم خودش میکنه. یعنی اینا غیر از بودجه هایی که میدن که همچین رانت هایی هم دارن. بعد برای فرونشست مدارس که هم خطر جانی برای بچه ها داره و هم در آینده مدارس رو غیر قابل استفاده میکنه، هیچ اعتبار قائل نشده. خب در مقایسه با سایر نهادها، برای اینکه بدونید چه خبره، در دانشگاه ها این عبدالرضا داوری الدنگی که یک موقع مشاور احمدی نژاد بوده و الان از لیسندگان اسافل اعضای بدن مشتبه خامنه ایه، مقایسه‌ای که انجام داده، یعنی ممکن بگید خب حرف حق زده چرا ازش دفاع نمی‌کنه؟ اینا به خاطر که دارن جایگاه برای خودشون درست میکنن. شما باید مجموعه اظهار نظر یک نفر ببینید چقدر در حد به نفع مردم و چقدر مخالفشون. مقایسه کرده در سال 1403 بودجه دانشگاه تهران 4.5 همت 4,000 میلیارد تومان، بزرگترین دانشگاه کشور، 1/5 حوزه علمی بودجه داره. بودجه مصباح، مؤسسه مصباح یزدی حدود 437 میلیارد تومان. دقت کنید، بودجه دانشگاه تهران 4.5 همت 1,000 میلیارد تومان و بودجه مصباح یزدی 437 میلیارد تومان، به قول این وریا 0.437 همت. بعد اومده مقایسه کرد تعداد دانشجویان دانشگاه تهران 56,893 نفر، تعداد دانشجویان مؤسسه مصباح 1,591 نفر. سرانه دانشجوی دانشگاه تهران 81 میلیون تومان در سال، باز دوباره توضیح میدم 81 میلیون تومان خرج دانشجو نمیشه، سرانه دانشجوی مؤسسه مصباح 275 میلیون تومان. خب این که میگه 81 میلیون تومان سرانه دانشجوی دانشگاه تهران، اومده ببین مجموع بودجه دانشگاه تهران رو که شامل دریافتی های اراذلی مثل سعید حدادیان، صادق کوشکی، الله کرم، اینا اون استاد پول میگیرن، اینا هم جز سرانه حساب کرده که هیچ خاصیتی ندارن برای دانشجو. حالا گیرم اینا استاد داره حقوق میگیره. یک سری نهادهای سرکوبگر، یک سری نهادهای فضول و یک سری نهادهای مفتخور هم هستن. دفتر نمایندگی ولی فقیه، تشکیلات اینا، اتاقهای فکر که رهبر جمهوری اسلامی گفته درست کنه، حراست دانشجویی، بسیج دانشجویی، اینا همشون از این سرانه میخورن که هیچ کدوم از این نهادها در مؤسسه مصباح یزدی نیست. دقت کنید، اون پولی که مؤسسه مصباح یزدی میگیره سران مؤسسه و دانشجوهاشون همشو کوفت میکنن و میخورن. اما این سرانه که برای دانشجو میگه، اومده گفته بودجه رو تقسیم کرد به تعداد دانشجو، یک کاری به نداره که بخش عمده‌ای از این بودجه میره برای بسیج دانشجویی، برای سرکوبگران، میره برای دفتر نمایندگی ولی فقیه، میره برای برنامه‌هایی که این دانشگاه‌ها می‌ذارن، مثلا همین جلساتی که برای خامنه‌ای می‌ذارن افراد. شما نگاه کنید ملاقات‌های دانشجویان با خامنه‌ای، نگاه کنید، خدا وکیلی من قبلا گفتم از هر قسمتی از این جلسه شما برید مثلا چشتون رو ببندید، موس کامپیوتر رو بچرخونید، یکی که از این سفر رو بزرگ کنید، عکسش رو در بیارید،
متوسط شکل افرادی که اونجا نشستن، چه دختر چه پسر، بعد برید جلوی هر کدوم از دانشگاه در قم، نه تهران، برید آیا متوسط شکل و شمایل دانشجویانی که وارد دانشگاه میشن هیچ شباهتی به متوسط شمایل این اراذلی که تحت عنوان دانشجو در حضور خامنه‌ای نشستن داره یا نه؟ این من به شکلشون کاری ندارم، به جهنم شکلشون، لباس پوشیدنشون، ادا اطواراشون، بوی گندشون کاری من ندارم. بحث بر سنه که اینا یه سری افرادی هستن که به صورت خاص گزینش میشن، پول تو حلقشون ریخته میشه، بودجه براشون میذارن، امکانات میذارن، تمام اونا تو این سرانه است. ولی تازه اینا رو هم بذاریم کنار، بودجه سرانه دانشجوی مؤسسه مصباح یزدی 275 میلیون تومانه، یعنی برای هر دانشجو در سال در ماه حدود 24 میلیون تومان، حالا 23 میلیون تومان خورده ای، و برای هر دانشجوی دانشگاه تهران کمتر از 7 میلیون تومان در ماه. از همین 7 میلیون تومان باید اونها رو از کم کنید، یعنی واقعا شاید به 2 میلیون تومان هم نرسه، ولی فرض میکنید در شرایط مساوی. این وضعیت دانشگاه کشور. اما بریم سراغ سایر مسائل مهم کشور، مثل محیط زیست. همون محیط زیستی که تنها چیزی که باعث شده اسمش رو ذهن شما مونده، بازداشت تعدادی از کارشناسان محیط زیست بیگناه فقط برای زهر چشم گرفتن و با ادعای اون الدنگ رئیس سازمان پدافند غیر عامل که نه از طریق مارمولک ها جاسوسی میکرد. این حرف من نیست دوستان، برید سرچ کنید، حرف آقای جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامله که خودش وقتی بخواد تکون بخوره اگه خطری متوجهش بشه 5 ساعت طول میشه از جاش بلند شه. اون آدم رئیس پدافند غیر عامله، حرفای درخشان هم زیاد داره، از جمله اینکه ما ابرها رو اینجا بارور کردیم، اسرائیل اومد ابرها رو دزدید و برد، و یکی از صحبتاش هم اینکه از طریق مارمولک ها در بیابون ها دارن جاسوسی میکنن. خب یعنی تنها چیزی که من و شما این سالها از محیط زیست شنیدیم اینه که یه سری افراد دستگیر کردن و اخیراً هم آزاد کردن. قبلش هم کاپیتالیسم مشخص شد که یک نفر از این افرادی که دستگیر شدن چون شهروندی آمریکا رو داشت و تبعه آمریکا بود آزاد شد، اما اونایی که پیور ایرانیان بودن به قول این وریا، خالص ایرانی بودن، مدت بیشتری موندن و حالا با بزرگواری بعد از 7 سال زندان آزادشون کردن. خب فقط محیط زیست نشین، اما ببینید وضعیت محیط زیست دارید میبینید شرایط رو، حالا بخشش هم میشه به نحوی همین بحث فرونشست زمین رو مطرح کرد. بودجه محیط زیست در سال 1402 3713 میلیارد تومان بوده. 3713 میلیارد تومان. خبرگزاری تسنیم، این دیگه نه حزب الله، نه ضد انقلاب، نه ایران اینترنشنال، نه جای دیگه است، چی؟ خبرگزاری تسنیم، فاحشه خانه تسنیم وابسته به سپاه، 22 آذر 1402 گفتگو کرده با جلال محمودزاده عضو کمیسیون کشاورزی و محیط زیست. میگه بودجه محیط زیست در سال 1403 نسبت به سال 1402 کاهش پیدا کرده. یعنی حتی در سال 1403 با اینکه خودشون رقم حدود 40% تورم رو قبول دارند و طبق ادعای خودشون به طور متوسط بودجه در همه زمین‌ها 16.8% افزایش داشته، البته در مورد حوزه علمی بیشتر بوده، اما متوسط 16.8% افزایش داشته، بودجه محیط زیست نه تنها همین افزایش روتین متوسط بودجه نداشته، بلکه نسبت به سال 1402 کاهش پیدا کرده. دقت کنید سال 1402 که بیشتر از 1402 بوده 3713 میلیارد تومان. 13 میلیارد تومان. خب. اما بریم ببینیم که مقایسهش کنیم 3713 میلیارد تومان رو با بودجه های که میگم کاهش پیدا کرده طبق خبر خبرگزاری تسنیم، فاحشه خانه تسنیم وابسته به سپاه. گفته بودجه 1403 سازمان حفاظت محیط زیست از 3402 کمتره، ولی همون 3713 میلیارد ما میگیریم. مقایسهش کنیم با بودجه 7544 میلیارد تومانی مرکز خدمات حوزه علمی قم، یعنی فقط مرکز خدمات حوزه علمی قم، مرکز خدمات حوزه علمی بودجه سال 1403 دو برابر بودجه سازمان حفاظت محیط زیسته. مقایسه کنید با بودجه، این فقط مرکز خدماته، شورای عالی حوزه علمی 6962 میلیارد تومان، یعنی بیش از 80% بودجهش بیش از سازمان حفاظت محیط زیسته. فقط جامعه المصطفى، اینی که طلاب خارجی رو مثلا تربیت میکنن، 1427 میلیارد تومان،
یعنی بیش از 30% بودجه سال 1402 سازمان محیط زیست. یعنی به عبارت دیگه بودجه سازمان حفاظت محیط زیست برای کل کشور تقریبا 3 برابر بودجه اون بخش حوزه علمی است که فقط دانشجو خارج طلاب خارجی تربیت میکنه. سازمان تبلیغات اسلامی که نامش آخوند روش هستن با حالا در کنار حوزه علمی 8731 میلیارد تومان بودجه سال 1403 یعنی بیش از 2.2 برابر بودجه سال 1402 محیط زیست که در 1403 کمتر شده. مقایسه کنید با شورای حوزه علمی خراسان فقط 900 میلیارد تومان، یعنی بودجه سازمان حفاظت محیط زیست فقط 4 برابر بودجه حوزه علمی خراسان. عرض کردم اگر مقایسه کنید با بودجه حوزه های علمیه، فقط حوزه علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی ول کنید، شورای سیاست گذار ائمه جمهوری جزش نیست. اینا که من دارم میگم عرض به حضور شما که و بسیار از جاهای دیگه، مثلا یه جایی درست کردن به نام قرارگاه قرب بقیت الله، شما فهمیدید چی من نفهم، قرارگاه قرب بقیت الله 2955 میلیارد تومان، تقریبا معادل بودجه سال 1403 سازمان محیط زیست. این اوضاع مجمع جهانی تقریبا، مجمع جهانی تقریبا 212 میلیارد تومان، مجمع جهانی اهل بیت 257 میلیارد تومان که رقم باید گمارد. مؤسسه نشر آثار حضرت امام 160 میلیارد تومان، آستان مقدس حضرت امام 216 میلیارد تومان. یه ذریح گنده اونجا گذاشتن از کاخ باکینگهام گنده تر، ملت احمق هم پول میریزن توش، تازه 216 میلیارد تومان رو باید این آستان مقدس بودجه میگیرن برای مؤسسه نشر آثار. من نمیدونم حضرت امام 35 سال سقط شده تو گوره، این آثارش که باید نشر پیدا کنه چیه؟ یه چیز درست کنم، دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده، شما میدونین چیه؟ نه، دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده 8789 میلیارد تومان، 8789 میلیارد تومان. فقط تو بگیرید برید دیگه. خب دوستان عزیز ببینید این سیستم، ببینید واقعا میگم یه موقعی من زندگی انگلی داشتم، کار نمیکردم، یه گوشه افتاده بودم، حالا بعض از مثلا که بیرام شما تمام کاری ندارم، ولی انگلوار یه چیزی از تحمیل نبود، مردم خودشون میرفتن وجوهات شرعیه میدادن، از محل این وجوهات شرعیه زندگی انگلوار اینها تعمیم شد، یا نه بعضیش هم که حالا در حد اقلی زندگی میکردن برای تبلیغات ازش تعمیم شد. الان زالووار افتادن به جون بودجه و فکرم نکنید، بازم ببینید گمان نکنید همش جو طلبه ها میره. من واقعا معتقدم اون طلبه که جدا اعتقاد دارن خوردن پول حرامه اگر اعتقاد دارن. نیویورک پست نوشت جورج سوروس میلیون ها دلار خرج تظاهرات ضد اسرائیلی چپ ها کرده است، در شرایطی که گفته می شود عملیات ارتش اسرائیل برای فتح رفح در جنوب غزه به عنوان آخرین سنگر شهری تروریست های حماس به زودی آغاز می شود. دانشجویان چپگرا و مسلمان برای حمایت از فلسطین در شماری از دانشگاه های آمریکا و همچنین اروپا کارزار ضد اسرائیلی به راه انداختند. روزنامه نیویورک پست در گزارشی می نویسد جورج سوروس و همفکران چپگرای افراطی او به همراه پولهای وال استریت، شرکت های مالی، اعتراضات خشونتبار ضد اسرائیلی در دانشگاه های آمریکا را تامین مالی می کنند. اعتراضات با تسخیر زمین چمن محبته دانشگاه کلمبیا توسط دانشجویان آغاز شد و در سراسر آمریکا پارچگونه گسترش یافت و به دانشگاه های هاروارد، ییل، برکلی در کالیفرنیا، دانشگاه ایالتی اوهایو و ام اوری در جورجیا و چند دانشگاه دیگر سرایت کرد. سرنخ این اعتراضات در دست شاخه‌های مختلف گروه دانشجویان برای عدالت در فلسطین SJP است که با بودجه سوروس سازماندهی شدند. آنها در چند مورد با پلیس نیز درگیر شدند. این در حالی است که اعتراضات دانشجویان چپگرا در دانشگاه‌ها به کانون نفرت پراکنی علیه اسرائیل تبدیل شده و سوروس که به عنوان یک چپگرای میلیاردر شناخته می‌شود، آنها را تامین مالی می‌کند. دست کم در 3 کالج تندروها توسط گروه فلوز یا همراهان حمایت مالی شدند تا کمپین آمریکا برای عدالت در فلسطین را تقویت کنند. این گروه با بنیاد سوروس در ارتباط است. در این گزارش همچنین آمده انجمن دانشجویی عدالت برای فلسطین USCPR در ازای 8 ساعت در هفته برای سازماندهی کمپین هایی که توسط سازمان های فلسطینی رهبری می شوند تا 7800 دلار برای همکاران خود و بین 2880 تا 3660 دلار برای همراهان مستقر در دانشگاه پرداخت می کند.
این گروه تندرو از سال 2018 حداقل 300 هزار دلار از بنیاد جامعه باز سوروس و همچنین از سال 2019 مبلغ 355 هزار دلار از صندوق برادران راتشلر دریافت کرده است. روزنامه نیویورک پست در یک گزارش دیگر به بررسی رژیم فضایی دانشجویان معترض در دانشگاه کلمبیا و چند دانشگاه دیگر پرداخته و می نویسد با مخارج هنگفت، انواع ساندویچ ها، آجیل های گران قیمت، انواع نوشیدنی و قهوه، پیتزا، شکلات و غیره در اختیار آنها قرار می گیرد تا آنها که در محوطه دانشگاه چادر زدند بتوانند و عملیات خود ادامه دهند. در بعضی دانشگاه ها دانشجویان چادر همبستگی با غزه برپا کردند. نیویورک پست گزارش داده ظاهراً چادرها را از آمازون سفارش دادند. این روزنامه تأکید کرده است در مدت زمانی که این دانشجویان در آنجا مستقر هستند، انواع پیتزا، قهوه و ساندویچ های رایگان به ارزش 5.12 دلار، چیپس های تورتیلای ارگانیک تحویل می گیرند و از خوردن جوجه سوخاری و کبابی لذت می برند. گیلاد اردان، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، آذر ماه 1402 به فاکس نیوز گفته بود کمک های سروس به سازمان هایی که به دنبال نابودی کشور اسرائیل به عنوان یک کشور یهودی هستند شرم‌آور است، اما از این کمک ها تعجب نمی کنم. سروس در طول 7 سال گذشته بیش از 15 میلیون دلار به ده‌ها گروه طرفدار فلسطین که اعتراضات علیه اسرائیل را در آمریکا سازماندهی می کنند کمک کرده است. سپاس که تا پایان همراه بودید. لطفا نظرات ارزشمند خود را برای ما بنویسید و با به اشتراک گذاری ویدیوها در انتشار آگاهی سهیم باشید.